در روایات هست که در آخر الزمان قبل از آمدن امام زمان علیه السلام یک دورانی به نام دوران حیرت، دوران تحیر، سردرگمی به وجود خواهد آمد. هم از پیغمبر روایت داریم هم از امام باقر. یخرج بعد غیبت و حیرت. امام زمان بعد از یک دوران غیبت طولانی برای خودش و دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین. این دوران حیرت دورانی هستش که سردرگم میکنه شیطان اونها رو، انقدر به باورها و اعتقاداتشون و ارزشهای اخلاقیشون حمله میکنه که سردرگم میشن. خب حالا ببینید توی همچین دورانی ما داریم زندگی میکنیم، به خصوص جایی رو که سرباز برای فعلی خدا تربیت میشه شیطان اونجا رو مورد حمله قرار میده، یعنی خانواده ها، یعنی خانواده ها رو. شما نگاه بکنید این فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی که در این حال که فوائدی دارن، اینو منکر نیستی، چون مدیریتش دست ما نیست و بی‌محابا و بی‌حساب کتاب داره استفاده ازش میشه، اگر به این شکل پیش بره خطری که داره به وجود میاد، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، به خصوص دوستان بزرگوار جوان ما. میدونید 90% بیش از 90% کشور ما جوانهاش مرتبط هستن با فضاهای مجازی، با شبکه‌های اجتماعی مرتبط هستن. مدیریت این فضاها دست ما نیست. اگر بی حساب کتاب واردش بشیم، فقط بحث این نیست که ضررش اتلاف عمر، مثلا تو این فضاها اتلاف عمر بشه، نه، فقط ضررش ضرر جسمی و روحی نیست که آدم دائم مثلا بشینه پای موبایل و کامپیوتر و اینجور چیزا، فقط ضررش این نیست، که مهمترین ضررش اینا نیست، اتلاف عمر نیست، ضررهای جسمی و روحی نیست، دوستیهای ناباب نیست، با اینکه اینا همش ضررها، اما مهمترین ضررش اینه که یواش یواش یک اخلاق جدید، یک تربیت جدید، یک فرهنگ جدید، یک دین جدید برای آدم ها ایجاد میشه، یک دین جدید حتی. یعنی اونایی که مدیریت میکنن این فضاهای مجازی رو به صورت پنهان، جنگ نرم، یعنی همین، جنگ نرم با جنگ سخت فرق میکنه. جنگ سخت سخت افزاریه، شما تانک رو میبینی، موشک رو میبینی، سرباز رو میبینی اون طرف، اما تو جنگ نرم نامحسوس میاد تو زندگی. یه مرتبه 10 سال 20 سال که میگذره میبینه اخلاق بچه ها عوض شد، روحیات چون عوض شد. خیلی عذر میخوام، من میخوام این مثال رو بزنم، خیلی معذرت میخوام. ببینید وقتی که تعلق بچه، نوجوان، جوان بیش از این که با برادر خواهرش باشه، با اعضای خانوادهش باشه، با موبایلشه، با دوست دختر و دوست پسرشه، با این ارتباطاته، تعلق به اعضای خانواده وقتی کم بشه، خود به خود غیرت کم میشه. ببینید چی دارم عرض میکنم، جسارت نیست، یه مقدار فکر بکنید، نمیخوام جسارت به کسی بکنم، یعنی خود به خود وقتی من تعلقم نسبت به این اعضای خانوادم کمتر شد، علاقم به کسی دیگری که باش ارتباط دائم دارم بیشتر شد، دیگه پشت این زیاد در نمیام،